50 سال است ما تورم داریم، 50 سال است ما بیکاری داریم، 50 سال است کاهش ارزش پول ملی داریم، 50 سال است که رشد اقتصادی ایران پایین است. نباید ادامه پیدا کند این وضعیت. ادامه این وضعیت خیانته. باید جلوشو گرفت. ما برنامه هایی رو ترتیب دادیم ملت عزیز و بزرگوار ایران که جلو این روندهای منفی، جلو این شیب‌های منفی رو بگیریم، ثبات اقتصادی رو برگردانیم، پیشرفت کشور رو جهش بدهیم. معیشت برای ما اولین نگرانی است. ارتقاء منزلت ایران در منطقه و جهان مهم است. ما به سیاست همسایگی توجه خواهیم کرد. ما از طریق ایجاد یک اتحادیه آسیای جنوب غربی 25 کشور رو با ایران متحد میکنیم، شبیه اتحادیه اروپا. سیاست همسایگی برای ما بسیار مهم. در سطح روابط بین الملل ما به توازن میاندیشیم. یکی از معانی نه شرقی نه غربی توازن است. افتادن به دام هر کدام از این کشورهای بزرگ برای ما خطرناک است. هر کشوری که برای ایران منفعتی داشته باشد ما به دنبال اون خواهیم بود. یک ریال در مقابل یک ریال. یک کسانی که آمدند اینجا که خودشان مسبب مشکلات کشور بودند، چه تراژدی کمدینواری رو اینجا اجرا کردند. یه عده زدن زیر گریه، یه عده اومدن گفتن که نه چکش و نه کلید. آقا پس شما کجا بودید؟ شماها عامل بدبختی های امروز ملت ایران بودید. این دولت ها و مجلس های گذشته اگر درست عمل کرده بودند آیا ما به این روز گرفتار می شدیم؟ حتما گرفتار نمی شدیم. اگر قوانین درست نوشته می شد، اگر برنامه ریزی درستی صورت می گرفت، همه اینایی که نمیخوام بگم حالا همه، بسیاری از کسانی که آمدن اینجا حقیقتا یه تراژدی بود. آدم یه تراژدی رو اینجا دید همراه با یه نمایشنامه کمدین، گویی که اصلا این آقایون هیچ دخالتی در این مسائل تاکنون نداشتند. ما امیدوار هستیم یه بار دیگه ملت ایران به خروش بیاد. ما نیاز به یک قیام اجتماعی اقتصادی داریم که بتونیم ایران بزرگ اقتصادی رو در کنار ایران بزرگ سیاسی به وجود بیاریم. اگر این روی دوم سکه که ایران بزرگ اقتصادی است در کنار این ایران بزرگ سیاسی امنیتی درست بشود، ما به اون نقطه خودمان رسیده ایم، ما به اون هدفمون میرسیم. خدا را شاهد میگیرند اگر اقتصاد رو حل میکردند هیچگاه ما به صحنه نمی آمدیم. بیش از 20 سال است که من نگران این وضع بودم. ما به یک تحول عظیم ساختاری و اداری در کشور از بالا تا پایین دست خواهیم زد. دولت مرکزی رو ما میذاریم فقط برای سیاست گذاری و هدایت، اختیارات رو به مناطق میدیم. حالا یه اسمشو ایالت بذارن، ایالت های اقتصادی یا مناطق اقتصادی در کشور به وجود میاد. این بسیاری از اختیاراتی که در حقیقت وزارت خانه ها محبوس شده، این به دست خود مردم داده میشه و به همین دلیل در کنار مردم سالاری سیاسی ما مردم سالاری اقتصادی و مردم سالاری اجتماعی را هم در کشور انشالله بنیانگذاری خواهیم کرد. ما در صحنه این انتخابات انشالله جبهه انقلاب با قدرت وارد شده و با قدرت هم ادامه خواهد داد. الان آن چیزی که برای ما مهم هست رأی مردم هست. رأی مردم تعیین کننده این است که چه کسی رئیس جمهور بشود. ما رعایت همه اخلاق و برادری ها این بار
دیگه مثل گذشته ما پرده پوشی نخواهیم کرد، همه چیز رو به صراحت در اختیار ملت ایران صادقانه خواهیم گفت و ازشون تقاضا میکنیم که انشالله با شور و هیجان در انتخابات شرکت کنن و ما بتونیم یک انتخابات مؤثر با شکوه تو همین شرایط کرونایی به وجود بیاریم و از دل اون یه دولت قوی، کارآمد، پاسخگو و مسئولیت پذیر انشالله شکل بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.